به شکلهای مختلف خودش رو نشون میده گناه بازمانده. یکی از اینها این است که چرا من جام امنه دیگری جاش امن نیست، و سوال چرا من زنده موندم اونو کشتن، چرا من کودک نخوردم اون کودک خورد، چرا و چه کاری میتونستم بکنم نکردم، و اگر اون زمان من به فلانی زنگ زده بودم یا فلان کارو انجام داده بودم اینطوری نمیشد یا نمیگرفتنش، یا مثلا اگر به من که زنگ زد گفت اینطوریه، من اگر به اون نفرات میگفتم و نگران نمیشدم الان زنده بوده الان این کار. اینا همه اسمش از گناه بازمانده و میدونیم که این حقیقت داره هست. اولین کاری که میتونیم بکنیم اینه که به خودمون از خودمون این سوال بپرسیم که مسئول این احساس من کیه؟ مسئول این که من اینجا هستم و توی ایران نیستم کیه؟ خب این میتونه کمک بکنه، یا مسئول این که اون رو کتک زدم من نه، یا اونو گرفتم من رو نگرفتن، یا من عزیزی رو داشتم از عزیزان دانشگاه شریف که اون روز نرفته بود دانشگاه و بعد اون اتفاق برای دوستاش افتاد و این گناه بازمانده به شدت داره اذیتش میکنه، همونجاست تو همون کلاسه تو همون شهره و این احساس رو داره. از خودتون بپرسید مسئولش کیه؟ مسئول شما نیستید و این احساس بهتری رو میده. دومین بخش اینه که حالا چه کاری میتونم بکنم برای اینکه کمک بکنم، که اینجا اتفاقا بحث مسئولیت‌های اجتماعی ما پیش میاد. و بخش دیگه یا سوال دیگه در مورد همین گناه بازمانده این هستش که چه کاری برای خودم میتونم بکنم الان، که اینجا مسئولیت فردی پیش میاد، که در مورد مسئولیت اجتماعی فردی اگه موافقی صحبت کنیم، ولی تا از بحث دوستان خارج از ایران نرفتیم بیرون بگم که درد باتوم ها، درد گرفتن ها، زندانی شدن ها، شکنجه شدن ها، مورد تجاوز قرار گرفتن ها و تمام این دردها رو ماها که اینجا هستیم تک تک درک میکنیم. به اضافه این که چون ما داریم از همه جا اخبار رو میگیریم، در حجم خیلی عظیمی داریم درک میکنیم، و بدتر از اون اینه که کاری به ظاهر نمیتونیم بکنیم. من تنها کسی نیستم که فکر کردم برگردم ایران. میدونم که برگردم نمیتونم توی خیابون باشم به کاری بکنم، ولی من تنها کس نیستم. من میتونم بگم ده ها نفر از اطرافیانم و کلاینت هم به ما گفتن که ما میخواییم برگردیم و داریم هر روز فکر میکنیم که برگردیم، چون دست و پامونم بسته است. مثل اینه که دست و پای یه نفر رو ببندن و بذارنش یه جایی فقط تماشا کنه که دارن بقیه رو زجر میدن، شکنجه میدن. این شکنجه دیدن خیلی شدیده و خیلی اذیت میشه و گاهی سخت‌تر حتی شنیدن این که شما که نیستین، شما که نمیفهمید. ولی ایتس اوکی، ما چون درک میکنیم این شرایط رو، در پذیرش این هستیم که این جمله‌ها یا این حرف‌ها گفته میشه. ولی اونهایی که داریم اون عزیزانی که الان میشنون و این گناه بازمانده رو چه در داخل ایران چه خارج از ایران دارن تجربه میکنن، لطفاً این چند تا سوال از خودمون بپرسیم. اول، مسئول کیه؟ و میفهمیم مسئولش من نبودم که این اتفاق افتاد، اما الان من مسئولیت اجتماعیم چیه و مسئولیت فردیم چیه؟ مسئولیت اجتماعی هر کسی این هست که سکوت نکنه. وقتی که من میگم سکوت نکنید، بعضیا میگن که میخوایم ما بریم بیرون کشته بشیم یا هر چیزی، بعضیا با کمال میل این کار رو میکنن، ولی میخوام بگم سکوت نکردن فقط این نیست که بریم توی خیابون. سکوت نکردن میشه با انتشار یک صحبتهایی باشه که به درد همه میخوره، با یه لیوان آب گرفتن دست و دادن به آدمایی باشه که توی خیابون هستن. از طرف دیگه میتونه بازگذاشتن وای فای باشه زمانی که اعتراضات و شلوغی ها توی همون قسمت هست، که اونهایی که دارن مبارزه میکنن بتونن به راحتی دسترسی پیدا کنن و اطلاعات رو بدن. برای همین به شکلهای مختلف میتونه نشون بده خودش رو. یکی از جاهایی که ما سکوت نمیکنیم این هستش که یه سری از این چیزها رو مستند کنیم و بفرستیم برای سازمانهایی که دارن برای حقوق بشر کاری میکنن، برای حفظ حقوق کودکان کاری میکنن. ولی حتما برای اینکه اینها رو مستند کنید، لطفاً زمان و مکان رو قید بکنید که بشه قابل استناد باشه برای ارائه توی دادگاه بین المللی. پس
میشه کاری کرد، لزوما فقط این نیست که توی خیابون باشیم که اون خودش یکی از راه هاست، اعتصابات هست و خیلی چیزهای دیگه که من مطمئنم فعالان دارن اینها رو ارائه میدن، راهکارها رو میدن. خیلی دیدم که تمایل به خودکشی یا خودکشی این روزها افزایش پیدا کرده، یعنی دیدن فیلم ها، دیدن صحنه های چیز، مخصوصا تو دوستانی که مشکلات زمینه ای دارن، قبلا داشتن دارو مصرف میکردن، اینا خیلی بیشتر شده. و من این حرف شما رو میگم، متاسفانه گفته نمیشه توی صفحات که ما باید چگونه این دوستانی که بالاخره این مشکلات رو دارن حمایت کنیم، کمکشون کنیم. بله ببین، خیلی باهات موافقم و مرسی که این رو گفتی. یکی از کارهایی که بعد از اون با اون گناه بازمانده میاد، تمایل به خودکشی هست. برای اینکه آدم ها ناامیدی مطلق رو دارن تجربه میکنن، من دیگه کاری نمیتونم بکنم، پس من هم مثل اون باشم. علائمش رو بشناسیم، مثل خب الان خیلی با سوالی که کردی بذار من سراغ علائمش خیلی نرم. اگر این احساس و گناه ها رو داریم، چون گفتیم توی جاهای دیگه اونجا میتونیم مراجعه کنیم، اگر داریم چی کار بکنیم؟ بذار روی درمانش بمونیم. یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم علاوه بر اون سه قسمتی که گفتم، سه تا سوال اساسی که میکنیم، یکی از چیزایی اینه که تنها نمونیم توی اینجور شرایط مطلقا. حتی اگه اون طرف میگه من خوبم، تنهاش نذاریم. برای اینکه ما تنهایی نمیتونیم این درد بزرگ رو با خودمون هم کنیم، ما حتما باید این رو یا تبدیل کنیم به یک کاری برای یک جامعه بزرگتر. درباره همین گناه بازمانده اگر بهتون بگم، ما توی شوتینگایی که در امریکا بود، تیراندازیایی که شد، دختری کشته شد از مدرسه، پدرش اومد یک چیزی رو راه اندازی کرد برای کمک به اونهایی که موندن چجوری در مورد همین موضوع، ولی خودش بعد از یک سال خودکشی کرد. یعنی با اینکه یک همچین ارگانیزیشنی رو راه انداخت، ولی باز این کار رو کرد. چون این درد رو ما باید بتونیم که پروسسش کنیم، بتونیم توی خودمون درمانش کنیم، و اینقدر این وقایع بزرگن که نمیشه. مدیتیشن یکی از راه هاست. من خودم امروز که نشستم برای مدیتیشن، که برنامه روزانمه که بتونم آماده باشم برای روزم، نمیتونستم که بشینم و در نتیجه تصمیم گرفتم برم راه برم و واکینگ مدیتیشن یا مدیتیشن راه رفتن بکنم، چون از فکر این به محض اینکه میخواستم آروم کنم ذهنم رو، این صحنه هلیکوپتر میومد که داره بچه ها تیراندازی میکنه، این صحنه نیکا میومد، صحنه مهسا، صحنه ها پشت هم میومدن و همه ما انسانیم، چقدر میتونیم اینها رو تو ذهن خودمون داشته باشیم. برای همین هست که باید حتما براش کاری انجام بدیم و بتونیم مدیریتش بکنیم. یکی از راه ها اینه که این احساس خشممون رو تبدیل کنیم برای یه کار بزرگتر. من به خودم میگم فرصت مریض شدن نداری، فرصت ناراحت شدن نداری، اجازه این که کنار بکشی نداری، باید بتونی که وایسی و صدای آدمایی باشه که صدا ندارن. البته صدای عزیزانمون بلندتر از ما هست که اینجاییم، ما فقط یه تریبون کوچیک داریم ولی اونها صداشون بلندتره، ولی انعکاس همون صداها الان وظیفه من نوعی هست که اینجا هستم و این پلتفرمو دارم. پس یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم چه داخل ایران چه بیرون از ایران این هستش که بتونیم غممون رو، دردمون رو به یک هدف بزرگتر و والاتری تبدیل کنیم. کاری که مثلا حامد اسماعیلیون کرد یا خیلی های دیگه که دارن میکنن، ولی شاید به این اندازه ما نشناسیم یا شناخته شده نباشن، من اسم ایشون رو آوردم. خب پس دردمون رو، غممون رو به کار بزرگتری تبدیل بکنیم. این یکی از راه هاست. دوم پس یا اولیش، تنها نمونیم و اجازه ندیم اونهایی که این تجربه ها رو دارن الان تنها بمونن. زیاد میشنویم که الان من حالم بده و نمیخوام هیچ کس رو ببینم، الان میخوام تنها باشم. میفهمم احترام به حریمه، ولی گوش به زنگ باشیم، باشیم و حضور داشته باشیم. گاهی اوقات حتی ممکنه بگیم من احتیاج دارم که تنها نباشم، در نتیجه من میخوام بیام پیش تو یا تو بیا پیش من که من تنها نباشم، به هر شکلی.
کار دیگه ای که میتونیم بکنیم اینجا برمیگرده به اون مسئولیت شخصیمون، از خودمون مراقبت کنیم. گاهی اوقات مراقبت از خودمون احساس گناه به ما میده، به خصوص تو این شرایط و به خصوص با اون گناه بازمانده. خود اینه گناه دیگه میشه که من از خودم مراقبت میکنم. چی میگی لاله؟ من الان نه، باید مراقبت کنیم. منی که وقتم رو گذاشتم، ددیکیت کردم برای این قضیه که بتونم حمایت کنم از عزیزانم در ایران و از مردم کشورم و از کشورم، برای خودم یه تایمی رو میذارم که اقلا مثلا 10 دقیقه پیاده روی کن، اقلا 10 دقیقه مثلا این کار بکن یا یوگا کن یا 10 دقیقه، اشکالی نداره. به خودمون بگیم که این وظیفه من است، من باید از خودم مراقبت بکنم که بتونم از یک مبارزه حمایت بکنم، بتونم از یک کشور حمایت بکنم، بتونم صدای یک کسانی باشم که صدا ندارم.